تیرچه بتونی این زیگزاگاش مهمه. ببینید فاصله این زیگزاگا باید نهایتاً 20 سانت باشه که اینجا میبینید 20 سانته دقیقاً از اینجا تا اینجا. ببینید از اینجا تا اینجا این فاصله 20 سانته. این آرماتور بالایی آرماتور فشاریه و آرماتورهایی که این پایین هستن بهشون میگن آرماتورهای کششی. معمولاً این دوتا رو میگن کششی، وسطی رو میگن تقویتی. این سه تا آرماتوری که حالا نقش کشش رو دارن در واقع قطرهاشون متفاوته. چیزی که باید در واقع مهم باشه برامون اینه که چهار موتورهای کششی، چهار موتورهای فشاری نباید وصله بشن، باید یه تیکه باشن و این رو معمولاً توی قسمت پایینی نمیتونیم چک کنیم. گاهن میگن که به امتداد آجش نگاه بکنید از اونور، یا ببینید که مثلا اون سر تیرچه چه امتداد آجی داره. این ممکنه که در واقع خود میلگرد یه پیچشی داشته باشه و خیلی دقیق از این بابت نمیشه تشخیص داد. تنها راه اصلیش اینه که زمانی که ساخت انجام میشه ما تو کارگاه بریم بازدید بکنیم و ببینیم که این تیرچه ها رو با چه کیفیتی و چه شکلی ایجاد میکنن و حتما هم باید گواهینامه ای که بر استاندارد تیرچه هست رو داشته باشن. بریم سراغ عرض تیرچه. عرض تیرچه اینجا 14 سانت. خب عرض تیرچه حداقل باید 10 سانت باشه. آیین نامه میگه که خب 10 سانت هم قابل قبوله، اما چرا معمولا 12 یا 14 سانت میگیرن؟ چون اینور 3 سانت و اونور هم 3 سانت میره در واقع تکیهگاه میشه برای یونولیت ها و با بتون پر نمیشه. خب من اگر این در واقع حالا 2 سانت و نیمی که اینجا هست و 2 سانت و نیمی که اونجا هست رو کم کنم، فضای مفیدم میبینید که کم میشه. بهتره که ما عرض تیرچمون رو بیشتر بگیریم تا اون حداقل 10 سانت رو جبران کنیم. اینم از تیرچه. ارتفاع تیرچه معمولا 25 سانته که توصیه میشه ما 27 سانت بگیریم. مثلا من اینجاشو بگیرم، این در واقع حالا سطح صافش میشه 22، خود اینم 3 سانته میشه 25 سانت. یعنی ارتفاع تیرچه ما 25 سانته که 5 سانت هم روی این بتون میاد، ولی بهتره 27 سانت بگیریم چون اگر بالاتر باشه این آرماتور فشاری به عنوان آرماتور حرارتی هم عمل میکنه و دیگه ما در جاهایی که آرماتور در واقع تیرچه رو داریم میتونیم از آرماتور حرارتی صرف نظر کنیم و اونا رو نذاریم. خب بارگذاری تیرچه ها در 3 تا مرحله انجام میشه. این 3 مرحله یعنی چی؟ یعنی من باید تیرچم تو این 3 مرحله مقاومت داشته باشه. اولیش قبل از اجرای کامل سقف، یعنی قبل از اینکه من سقف رو اجرا کنم، هنگام حمل و نقلش لازم دارم که تیرچم بتونه وزن خودش رو تحمل کنه. یعنی من این تیرچه رو میخوام بلند کنم بذارم جای دیگه، باید وزن خودش رو بتونه تحمل کنه. ضمن اینکه ما زمانی که میخوایم تیرچه ها رو روی هم دپو بکنیم باید حواسمون باشه که روی هم دیگه به گونه ای نذاریم که بارگذاری بشه. مثلا اگر این من از عمود دارم نشون میدم، حالا مثلا این تیرچه منه به این شکل و اینها رو دارم عمود برهم کنار برهم اینجوری میذارم. خب اگر اینطوری بذارم هیچ اشکالی نداره، خب ولی جا نمیشه، میایم روی اینها هم ما تیرچه میذاریم و بین اینها هم هی توی کارگاه تیرچه قرار میگیره و این تیرچه ها همینطوری قرار میگیرن. ارتفاع اینا باید کم باشه، نهایتا 3 4 تا تیرچه رو هم دیگه بذارید، بیشتر نذارید به خاطر اینکه اون تیرچه هایی که پایین هستن وزن بیشتری رو دارن تحمل میکنن. و از اون طرف اگر ما تیرچه رو، من حالا در جهت نما دارم نشون میدم، از جهت نما این تیرچه رو مثلا تیرچه بعدی رو میخوایم بذاریم همینجوری روش بذاریم به همون طول. اگر من بیام یه تیرچه رو اینجوری بذارم و تیرچه بعدی رو مثلا اینطوری بذارم، این خیلی بدتره و هم اینور رو حواس لنگر منفی ایجاد میکنه، هم اینور در واقع تعادلشو نداره. میتونیم دو ردیف سه ردیف روی هم بذاریم و تیرچه ما اونقدر قدرت داره که بتونه وزن خودش و گاهن وزن حاصل از انبار کردن یک سری از این تیرچه ها روی خودش رو تحمل بکنه. مورد بعدی در زمان اجرای سقفه. خب ما زمانی که داریم سقف رو اجرا میکنیم باید بتونه وزن مرده سقف، یعنی چی؟ یعنی خود تیرچه، یونولیت ها، آرماتورهای حرارتی اگه اسپیسر داریم، آدمایی که روش را میرن تردد میکنن، اینها رو باید بتونه تحمل بکنه تیرچه. چرا؟ چون که ما زیرسازی خیلی مقاومی برای یه تیرچه بلوک نداریم، فقط یه سری جک ها رو اصطلاحا میگن شمع گذاری در فواصل محدود زیرش انجام میدیم، ولی داریم حساب میکنیم رو مقاومت تیرچه هامون. پس
در زمان اجرای سقف هم باید وزن مرده سقف که وزن تیرچه و بلوک و بتون درجاست به علاوه وزن افراد عبوری و تجهیزات هنگام بتونریزی داده حد فاصل تکیگاه‌های موقت که ما بهش میگیم شم بندی تحمل کنه. حالا مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم دیگه زمانی که بتون ریخته شده و خودش رو گرفته پس از اجرای کامل سقفه، پس از اینکه بتون داله روی تیرچه به مقاومت خودش رسید و تکیگاه‌های موقت همه جمع شد، تیرچه حالا به عنوان عضو خمشی سقف نیرو رو تحمل میکنه. یه توضیح همینجا بهتون بدم. ببینید اگر من یه سقفی داشته باشم که این مثلا یه تیرچه است، این یه تیرچه است، این رو کامل توضیح میدم جلوتر توی اجرای سقف تیرچه بلوک، ولی ما اگر یه در واقع تیرچه‌ای داشته باشیم حالا به این شکل به صورت سمبولیک، این تیرچه من قراره یه سری یونولیت بیاد این بین کار بشه یا یه سری بلوک بیاد کار بشه و بعدن به ضخامت حداقل 5 سانتم بالاش بتون ریزی بشه. خب این ایجاد یک سقف تی شکل میکنه برای من، یعنی من اینجا یک سقف تی شکل دارم. این میشه این تیرچه‌ای که با بتون پر خواهد شد، چون تیرچه در واقع بالاش خالیه دیگه، این تیرچه‌ای که با بتون پر خواهد شد و اینور هم تا این نصفه یه ضخامتی داره، یه حالت تی شکلی داره. حالا من این ضخامت جان این رو زیاد گرفتم، خوب نشون داده نمیشه، ولی میبینین که یه حالت تی شکلی داره و ما این تی شکل رو باید بیایم اجرا بکنیم. زمانی که خودش رو گرفت میاد به کمک این آرماتورهای فوقانی، به کمک این بتون دال رو کمک میکنه به باربری. ما یه مقطع تیشک داریم، چون بتون تو کشش ضعیفه پایینش آرماتورها هستن که تو داخل تیرچه قرار گرفتن، بالاش هم که تو فشاره اون بتون 5 سانتیه که ما به عنوان پوشش میگذاریم. تمام ریزکارهای این موضوع رو تو این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری حتما تو قسمت دیدگاه‌ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، بخاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.